به سوی سیمرغ. اثر شیخ عطار نیشابوری. یاران سیمرغ، شنیدیم که هدهد سخنگو در پاسخ مرغ پرسنده که دلیل انتخاب او را به رهبری کاروان جویا بود گفت: اینها همه نه به طاعت به دست آوردم، بلکه از سر بندگی دل به یار دادم تا اینکه نظر دلدار بر من افتاد. و تو باید بدانی که لمحه نظر پاکیزه بر تو بارقی بر جانت می اندازد که همه نور می شوی. هدهد برای اینکه مقصود روشن تر گردد و مقصد هویدا شود از داستان مدد گرفت و قصه دیگر از سلطان محمود غزنوی سر کرد و گفت: روزی سلطان محمود پادشاه مقتدر غزنوی عزم شکار کرد. لشکری آراست که در شکارگاه هم از جبروتش چیزی کاسته نگردد. دستور داد بازان شکاری را همراه آورند و تیراندازان چیر دست از چپ و راست اسب بتازند. لشکر به حرکت در آمد. سلطان در پیشاپیش سپاه اسب میتاخت و شکارچیان به دنبالش می آمدند و چتر شاهی بر سرش کشیده بودند. سلطان در سایه چتر رحمی سپرد، از شهر دور شدند، به شکارگاه رسیدند. گورخری زیبا که پوست رنگارنگش دل می رو بود در جلوی اسب سلطان به حرکت در آمد و دویدن گرفت. شکارچیان در پیش شتافتند تا شکارش کنند. زیبایی این گورخر چنان سلطان را فریفت که دستور داد تیر به سویش پرتاب نکنند و زندهش به کمند بگیرند. سپاهیان به گرد گورخر دایره زدند و حیوان زیبا را در میان گرفتند. گورخر از ترس جان از این سو به آن سو می دوید و راه فرار می جوست. سلطان فرمود گورخر از زیر پای اسب هر کس به در رود و یا از کنار هر کس بگذرد و خود را از مهلکه برهاند، آن سپاهی که گورخر از قفتش استفاده برده و راه نجات یافته است مجازات خواهد شد و کیفری سنگین خواهد دید. سپاهیان از ترس جان گورخر را از خود می راندند و نمی گذاشتند که از حلقه محاصره به در رود. از قضا گورخر از میان دست و پای اسب سلطان راهی بیافت و از معرکه به در رفت. سلطان محمود سر در عقب گورخر گذارد و
به دنبالش اسب تا مقداری که رفت گورخر را گم کرد. مایوس و در اندیشه فرو رفته همچنان می آمد تا به کنار رودخانه بزرگی رسید. دید کودکی زار و نزار آنجا نشسته، توری بر دست دارد و پی در پی برای گرفتن ماهی تور به رودخانه می اندازد. ولی هر بار که دام را بیرون می کشد از ماهی اثری نیست و یک ماهی نیز نتوانسته از شکار کند. به این جهت چهرش برافروخته شده و خشمگین و دل افسرده در کنار رود نشسته است و همچنان این کار بیهوده را از سر می گیرد. سلطان محمود از اسب پیاده شد، در کنار کودک نشست و گفت: فرزند عزیز، چرا اینقدر اندوهگین و افسرده ای؟ این چه کار لغو و بی نتیجه ایست که همچنان ادامه می دهی و راه رفته را از سر می گیری؟ اکنون که نمی توانی ماهی شکار کنی، سر خود گیر و به خانه برو. نشستن و غم خوردن چه سودی دارد؟ کودک گفت: ای مرد بزرگ، من که تو را نمی شناسم، ولی از فر و شکوهت می توانم بفهمم امیری بزرگ هستی. ای امیر بزرگ، سرنوشت من خیلی اسفناک و غمبار است. پدرم سالی پیش مرده و تنها مادرم به جای مانده است که 7 کودک دارد. همه خورد سالند و من بزرگترین آنها هستم. ما چیزی نداریم که بخوریم. کار من همین است که میبینی. هر روز بامداد به کنار این رودخانه میآیم و تا شامگاه تور به آب میاندازم. در غروب آفتاب ماهی هایی را که صید کردم به خانه میبرم و به مادرم میدهم که از آنها غذایی برای خود و کودکانش فراهم آورد. ولی امروز هرچه تور انداختم چیزی به دام نیفتاده است. نمیدانم به چه رو به خانه روم و برادران و خواهران گرسنه‌ام را چگونه در گرسنگی بگذارم. سلطان محمود با لحنی پدرانه گفت: ای فرزند، بیا با من شریک شو. من و تو شریک می شویم و به شرکت هم تور به رودخانه می اندازیم و هرچه ماهی گرفتیم نیمی از تو و نیمی از من. کودک ماهیگیر راضی شد که با سلطان محمود شریک باشد. آنگاه سلطان محمود تور را از دست کودک گرفت و به رودخانه انداخت و چون خواست آن را از آب بیرون بکشد، کودک گفت: اجازه بدهید که تور را من از آب بیرون بکشم. سلطان محمود با لطف و مهربانی تور را به دستش داد. شست کودک دولت شاهی گرفت، لاجرم آن روز 100 ماهی گرفت. آن همه ماهی چو کودک دید پیش، گفت: این دولت عجب دارم ز خویش. سلطان محمود گفت: نور چشم من، این دولت که میبینی از فر اقبال من است. تو نمیدانی که ماهی گیر تو شاهی است به سطوت سلطان محمود غزنوی. سپس سوار بر اسب شد و خواست از کودک جدا شود. کودک ماهیگیر رکابش را گرفت و گفت: ای شاه مهربان دادگر، تو خود گفتی که با من شریک و انباز هستی. اکنون نیمی از این ماهی ها را که قسمت توست بگیر و آن وقت از اینجا برو. سلطان محمود گفت: آنچه امروز صید کرده ایم همه مال تو.
من فردا قسمت خود را از تو خواهم گرفت. آنگاه سلطان محمود از آنجا دور شد و به غزنه رفت. فردای آن روز که بر تخت سلطنت نشست، به یاد شریک دیروزی خود افتاد و خاطرش به مهر بجنبید. یکی از سرهنگان سپاه خود را پیش خواند و آنچه روز پیش میان او و کودک ماهیگیر گذشته بود همه را سر به سر بدو باز گفت و دستور داد که برود و کودک ماهیگیر را نزد او بیاورد. رفت سرهنگی و کودک را بخواند، شاه به انبازیش بر مسند نشاند. بوفزولی گفت شاها این گداست، شاه گفتا هرچه هست انباز ماست. چون پذیرفتیم رد نتوانش کرد، این بگفت و همچو خود سلطانش کرد. کرد از کودک طلبکاری سؤال، که از کجا آوردی آخر این کمال؟ گفت شادی آمد و شیون گذشت، زن که صاحب دولتی بر من گذشت. و بدین گونه کودک ماهیگیر به یمن نظر شاه به دولت رسید و مسند یافت. پوپک چون داستان کودک ماهیگیر را به پایان برد، به آنچه گفته بود چنین افزود: ای مرغ که بینوای من، دیدی که کودک ماهیگیر از پرتو مهر شاه جاه و شکوه یافت و انباز سلطان شد، ولی من داستانی دیگر هم در این باره دارم که همکنون برایت میگویم. وانگاه گفت: در داستان‌ها آمده که گناهکاری به دست سلطانی کیفر یافت و سرش از تن جدا گردید و جان به جان آفرین تسلیم کرد. پارسای دامن پاک که در حلقه اهل راز به پیشوایی رسیده و در رهبری سرگشتگان بلند آوازه گشته بود، هم در آن زمان چهره در نقاب خاک کشید و جهان را به درود گفت. پیر راه را به پاداش نیکوکاریش در بهشت برین مقام دادند. پیر پارسا هنگامی که وارد فردوس گردید، ستمگر سیاهکار را هم در بهشت آسوده دل بدید. از شگفتی بر جای ماند و هرچه خودداری کرد نتوانست از این راز پرسجویی نکند. نزد مرد بدکاره رفت و گفت: تو در سراسر عمر خود جز بدی نکرده ای و راهی جز راه خطا نپوییده ای. دستت به خون بی گناهان آلوده است و لکه ننگ بر دامنت نشسته. چه شده که جاهی چنین بلند پایه یافته ای و در جنت با حوری بچگان خوش نشسته ای؟ مرد بدکار پاسخ داد: در همان دم که قطرات خونم بر زمین جاری بود، پیری از پیران طریقت از کنار نعشم گذشت و نظری از سر عنایت به کشتم انداخت. از پرتویان نگاه اینجا یافتم و اگر صد چندان نیز بیابم، عجبی نیست که عزت آن نگاه که مرد راه حق به من انداخته است مثل قلب را زر ناب گرداند و دوزخی را به بهشت نشاند و صد حوری و غلمان بنده و چاکرش سازد. در وادی طلب بی پیر و راه نما ره نتوان سپرد، چه هر که بی پیر و دلیل ره پیماید، سرانجام به بی راه رود و در دوزخ هوس سرنگون شود و آنچه به نیکویی کرده است تباه گردد و آنکه صاحب دولتی بر وی نظر افکند و پیری عنایتش کند، راه از چاه باز شناسد و
و نیکو سرانجام شود و در بهشت جای یابد. اگرچه خونی ریخته باشد و عمر به سیاهکاری تبه کرده. تا نیفتد بر تو مردی را نظر، از وجود خیش که یابی خبر. گر تو بنشینی به تنهایی بسی، راه نتوانی بریدن بی کسی. پیر باید راه را تنها مرو، از سر عمیا در این دریا مرو. چون تو هرگز راه نشناسی ز چاه، بی عصاکش کی توانی برد راه. هر که او با دولتی پیوسته شد، خار در دستش همه گلدسته شد. آنگاه هدهد برای اینکه پرسنده را به معنای این سخن لطیف نیکتر آگاه سازد، بار دیگر قصه گویی آغاز کرد و حالی را که با سلطان محمود غزنوی و آن مرد خارکش رفته بود باز گفت که چنین بود. روزی سلطان محمود در شکارگاهی از لشکریان خود دور ماند. به تنهایی اسب میراند که ناگهان چشمش به پیر مردی خارکش افتاد که بار خارش از پشت خر به زمین افتاده و مرد پیر را یارایان نمانده بود که به تنهایی بار بر خر نهد. از همین روی حیرت زده بر جای ایستاده و چشم به راه دوخته بود تا مگر مردی رسد و او را یاور شود. سلطان محمود که این حال را بدید، از اسب به زیر آمد، نزد پیر خارکش رفت و گفت: پدر، کمک نمی خواهی؟ خارکش پیر که از دیدن مردی نیرومند در آن صحرا شاد شده بود، شادمانه گفت: چرا نمی خواهم؟ از خدا می خواهم که کمکم کنی. از یاری تو نکه مرا زیانی نیست، به یقین که سودها برم و بار خود را برخر نهم و زودتر به شهر رسم، بار بفروشم و نان بستانم. سلطان گامی چند به جلو نهاد، دست به زیر بار خار برد و به آسانی آن را از زمین بلند کرد و بر خر خارکش گذار. آنگاه بر بادپای خود سوار شد و به سوی لشکر تاخت و چون به سپاه خیش رسید، سپاهیان را گفت: همین دم پیر مردی خارکش از راه می رسد. راه را بر او ببندید که گذر نتواند کرد و ناچار به سوی من آید. لشکریان چنان کردند که سلطان گفته بود. پیر مرد درمانده به جانب سلطان محمود غزنوی روی آورد. در دل با خود می گفت: خدایا، با خری چنین استخوان در پوست سایه افکنده، چگونه به سوی پادشاهی چنین سایه بر کشور گسترده روم و چگونه بر فر چترش بوسه زنم؟ لرز لرزان خر خود را به پیش میراند و با خود نجوا میکرد تا به نزدیک شاه رسید و چون چشمش به سلطان محمود افتاد، او را شناخت و دانست این همان کسی است که در صحرای تنهایی چاره سازش آمده و بار بر خرش نهاده است. اما چه می توانست کرد؟ همه راه ها بسته بود و تنها یک راه باز بود، راه به سوی شاه. خارکش عرق شرم ریزان همچنان پیش می رفت تا برابر سلطان رسید. به خاک افتاد و دست دعا برداشت و گفت: خدایا، بر من ببخش که از شاهی بدین بزرگی کاری بدین خردی خواستم و دست مبارکش را به خار آشنا کردم. سلطان محمود گفته او را ناشنیده گرفت و از سر مهر از او پرسید: پدر،
چه خواهشی داری که نزد ما آمده ای؟ هرچه می خواهی بگو و هر نیازی که داری به زبان بیاور. شرم مکن و بی پروا سخن بگو. پیر خارکش که از مهر سلطان گستاخ شده بود گفت: ای خاک پایت توتیای چشمم، خود را به نادانی مزن. تو که از حال من آگاهی، چرا خیش را به بیراهه میزنی و مرا به سؤال میگیری؟ تو خود دانی که من پیر مردی خار کشم، روز شب زحمت میکشم، خاری میکنم و نان میخورم. فقیر و درماندم، تو که سلطانی به این جلال و جبروتی، اگر میتوانی نانم بده و از رنج خارکنیم برهان. سلطان محمود گفت: حرفی ندارم، به شرط اینکه خارت را به من بفروشی و بهای آن را به نانوا بپردازی. اکنون بگو که بهای خارت چقدر است که زر بدهم و خرسند روانت بکنم. خارکش گفت: ای شهریار بزرگ، از این خیال درگذر که خار من را ارزان بخری و مرا به درهمی چند دل خوش داری. من این خار را به 1000 دینار کمتر نمی فروشم. از میان لشکریان سلطان هم همه برخاست که ای پیر مرد، مگر دیوانه شده ای که مشتی خار را 1000 دینار قیمت می گذاری؟ چرا در خدمت سلطان به بیهوده سخن می گویی؟ پیر گفتا این 2 جو ارزد، ولیک زین کم افتد که خریداری است نیک. مقبلی چون دست بر خارم نهاد، خار من 100 گونه گلزارم نهاد. هر که خواهد این چنین خاری خرد، هر بن خاری به دیناری خرد. نامرادی خار بسیارم نهاد، تا چوئی دست بر خارم نهاد. گرچه این خاریست گرزان ارزدین، چون ز دست اوست 100 جان ارزدین. وقتی سلطان محمود سخنان پیر مرد خارکش را شنید و فهمید که پیر میگوید چون دست سلطان به این خار رسیده، خارش گل شده و قیمت جان یافته است، از درایت و سخنسنجی پیر بسیار مسرور شد و دستور داد 1000 دینار زر نابش دادند. لشکریان سلطان هم هر یک هدیه‌ای به پیر خارکش داد و خارکش ناتوان به عنایت شاهی بزرگ توانگر شد و ثروت بسیار یافت. حال ای مرغ نازک دل، اگر میبینی من در میان شما به کاروان سالاری برگزیده شدم، از این ره گذر است که مورد لطف سلیمانم و پیر طریقت مرا به سرمنزل نیکبختی رهنمون شده است. مرغ پرسنده از جوابی که هدهد از سر هوشیاری و بیداردلی به او داد شرمنده شد و به کنجی خزید. اما مرغی دیگر در پای منبر پوپک از جای برخاست و اجازه گرفت تا مشکلی را که دارد بگوید، و چون پوپک اجازه داد، آن مرغ پرسش خود را بدین گونه به عرض رسانید. دیگری گفتش که ای پشت و پناه، ناتوانم روی چون آرم برا. من ندارم قوت و بس عاجزم، این چنین ره پیش ناید هرگزم. کوه‌های آتشین در ره بسی است، این چنین کاری نه کار هر کسی است. 100 هزاران سر در این ره گوی شد، بس که خون‌ها زین طلب در جوی شد. 100 هزاران عقل اینجا سر نهاد، وان که او بنهاد سر بر سر فتاد.
در چنین راهی که مردان بی ریا چادری بر سر کشیدند از حیا، از من مسکین چه خیزد جز غبار؟ گر کنم عزمی بمیرم زار زار. وقتی مرغک از گفتن بازی استاد، پوپک اجازه داد که بنشیند. آنگاه در پاسخش گفت: مرغک افسرده حال من، تو در وادی طلب از جان می ترسی و سخن از مرگ می گویی، مگر نمی دانی ترک مال و ترک جان و ترک سر در طریق عشق اول منزل است؟ هر که از جان هراسید هرگز به دل بند نرسید. زندگی چیست؟ راستی تو به چه دل خوش کرده و به چه نام زندگی می نهی؟ اگر در آن ظلمت کده که تو دلش می خوانی نور عشق نتابد، جز سیاهی و تیرگی چه نشانی بر جای می گذارد؟ زندگی آلوده به هوس، به شهوت، به پستی و فرومایگی مرگیست به نام زندگانی. اگر نه این بود بزرگان راه راستی، پروانسان جان فدای شعله شمع حقیقت نمی کردند و بر سر دار داد اناالحق نمی زدند. مردگان عشق زندگان جاویدند که در جریده عالم بر دوام نامشان ثبت است و از خاموشی و فراموشی در امانند. اما اگر صدها سال زندگی کردی و بی عشق، بی نور و بی سرور زیستی و مانند چار پایان خوردی و خفتی و سهرگاه چشم از خواب گشودی و باز خوردی و خفتی، به این خور و خواب چگونه نام زندگی می نهی؟ این که تو می گویی زندگی نیست، غوطه خوردن در تباهی است، غرق شدن در منجلاب است، مرگ است، مرگ است که زندگانی نام گرفته است. زندگی جز عشق به معبود نیست و در این راه، در راه وصال معشوق صدها خطر است. شبی حائل دارد، بیم موج دارد، گردابی سخت سهمگین دارد، اما سبک باران به ساحل توانند رسید. گرفتم این که خود به ساحل مراد نرسند و غرق گردند، آنگاه چه خواهند شد؟ غرقه کشف و شهود خواهند شد. در باغ جانشان گل توحید خواهد رست و دلشان کعبه جانها خواهد شد و جانشان کعبه دلها خواهد گشت. تابش خورشید بر رخسارشان خواهد نشست و نور ما پیشانیشان را تابان خواهد ساخت. رسوا خواهند شد، اما رسوایی عشق. گرفتم که از عشق فاهمه کردی و در دل به روی مهر بستی، آن وقت جانت خانه غرور خواهد شد، از آسمان فرو خواهی افتاد و در گلولای دناعت دست و پا خواهی زد. مردار خاری خواهی شد که از نفرت جانت پر خواهد بود. اما اگر به عشق روی آری، رنج خواهی برد، درد خواهی کشید، نانت به خون دل آغشته خواهد شد، حیرت زده و سرگردان اسیر گرد باد طلب خواهی بود. جانت خواهد سوخت، در تب و تاب روز و شب به سر خواهی برد، اما به او میرسی، به یار میرسی و از یک دیدن همه غمها را فراموش میکنی و در عرش اعلا با کروبیان بر فرشی بافت از صفا و تافت از مهر خدا خواهی نشست. سرود فرشتگان خواهی شنید و آنچند در وهم ناید آن خواهی شد.
ای مرغک جان ترس من، بگذار داستانی از شیخ بزرگ خرقان برایت بگویم. شیخ خرقانی در پی مقصود طی طریق می کرد تا به نیشابور رسید. از بس پیاده راه رفته بود، دیگر خسته و رنجور شده بود. لباسش زنده و پاره شده بود و پای افزار به پا نداشت. از سختی درد و رنج در خرابه افتاد و زار و ناتوان از خاشاک بستر ساخت. هفته ای گذشت. در این مدت چیزی نخورده بود، حتی یک لقمه نان. گرسنه بود، سخت هم گرسنه. دیگر توانش از دست رفت. سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا لقمه نانی به من برسان که دیگر طاقتم نمانده و نزدیک است که خرقه تهی کنم و جان نثار قدم دوست سازم. در مناجات بود که از هوش رفت. در آن حالت نوای سروشی شنید که می گفت: میدانهای نیشابور را سر به سر بگرد و همه را از گرد و خاک پاکیزه بکن و بروب. وقتی که همه میدانها را به خوبی روفتی، نیم جو زر پیدا خواهی کرد. آن زر را بگیر و با آن نانی بخر و بخور و خود را از شکنجه گرسنگی برهان. شیخ خرقانی با خود گفت: این چه دستوری است که از هاتف غیب می رسد؟ من اگر جای روب و قربال داشتم، دیگر ناچار نمی شدم که نیم نانی از خدا بخواهم. می رفتم کار می کردم، مزد می گرفتم و بی زحمت خواهش نان خود را به دست می آوردم. دیگر بار سر به سوی آسمان کرد که خدایا بی رنج یافتن جای روب و قربال نانم بده، که دیگر از ضعف و ناتوانی نمی توانم از جای برخیزم. بار دیگر ندای هاتف به گوشش رسید که می گفت: نان مفت به کسی نمی دهند، گنج بی رنج میسر نمی شود. اگر نان می خواهی کار کن، جای روب به دست گیر، خاک به قربال بریز و میدانهای نیشابور را از گرد و غبار پاک کن. چاره تنها همین بود که برود جای روب و قربالی به دست آورد. شیخ خرقانی لرزان از خانه برخاست، قدم در راه نهاد، به این طرف آن طرف روی آورد تا چشمش به دکه‌ای افتاد که جای روب و قربالی بر در آن آویخته بودند. رفت، شکوه کرد، ناله کرد، گریست، اشک ریخت تا توانست آن دو را به دست آورد و چنان که سروش ندا در داده بود به سوی میدان رفت و شروع کرد به خاک روفتن و روفته ها را قربال کردن تا سرانجام پار زری یافت. شاد شد، خرم شد، مسرور شد و با مسرت به سوی نانوایی رفت و نانی خرید و چون دستش به نان رسید، ناگهان به خاطرش آمد که جای روب قربال را که به امانت گرفته بود گم کرده است. آتش حسرت به جانش افتاد و گفت: خدایا این چه غفلت بود که گریبان گیرم شد؟ اکنون با دست خالی چگونه تاوان جای روب و قربال را بدهم؟ همچنان حیران و سرگردان چون دیوانگان می رفت تا به ویرانه ای رسید و خود را در آن ویران افکند. دل آزرده به گوشه ای نشست و از شرم ماتم گرفت. بناگاه جای روب و قربال را در کنار خود دید. شادمان شد پیر و گفتا که ای اله، این جهان بر من چرا کردی سیاه؟ زهر کردی نان من بر جان من، گو برو جان بازگیر این نان من. هاتفش گفتا که ای ناخوش منش،
خوش نیاید هیچ نان بینان خورش، چون نهادی نان تنها در کنار، در فزودم نان خورش منت بدار. هدهد به دنبال داستان شیخ خرقانی به مرغ ترسان از مرگ گفت: جان برادر، در راه طلب سختی ها بسیار است و گاه نانی به خون جگر به دست می آید که نان خورشش حسرت و ندامت است. خدای دانای راز روزی بان کس که خواهد دهد و کشتی بان جا که خواهد برد. ترس و زاری بنده در مشیت کبریایی چه اثری تواند کرد؟ اگر قدم در راه توکل می گذاری، باید از خود بگذری، به بد و خوب به یک گونه دل خرسند کنی، از چون و چرا بپرهیزی و چاره به چاره ساز باز گذاری.
به سوی سیمرغ. اثر شیخ عطار نیشابوری.